درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و با 40مین قسمت از مجموعه مرغ سحر که برای تلویزیون ایران فردا تهیه شده است، امروز در خدمت شما بینندگان عزیز. این برنامه رو با همکاری دوستان ارجمندم علی پومن و هومن به شما تقدیم میکنم و از آقای دکتر علیرضا نوروزاده به خاطر فرصت پخش این برنامه در تلویزیون ایران فردا سپاسگزارم. امروز مهمان عزیزی دارم که در دقایق کوتاه دیگر در خدمتشون خواهم بود و با هم گفتگویی رو خواهیم داشت. همین امروز یه مقام بین المللی، مقام فکر میکنم صندوق بین المللی پول، اعلام کرد که به هر حال ایران از رشد منفی اقتصادی منهای 6% برخوردار بوده و ایران به سوی یک رکود اقتصادی جلو میره. پیشبینی ها میگوید که بین 37% تا 50% نرخ تورم در سال جاری در ایران خواهد بود. این در حالی است که درست چند هفته قبل، هنوز چند هفته نمیشه گفت، همین 2-3 هفته قبل بود که یک سیل بزرگ 25 استان ایران رو درنوردید و میلیاردها دلار و تومان، فرقی نمیکنه با هم دیگه، اصلا عدد خیلی بالاست، خسارت به ایران وارد کرد و میلیون ها نفر رو بی خانمان کرد و آسیب دیده. در کنار همه این جریانات ملاحظه میکنیم که وزیر امور خارجه ایران در به در به دنبال یک مفردی میگرده، به دنبال سوراخی میگرده که در دل دوست، یعنی آقای دونالد ترامپ، به راهی پیدا بکنه برای حل مسائل ایران. و هنوز عواقب تحریم سپاه پاسداران کاملا روشن نشده و معلوم نیست در این بزن و بگیر بر سر تنگه هرمز چه خواهد آمد. این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا سیاستمداران افراطی ضد ایران مثل آقای جان بولتون و مایک پومپئو دوران رو برای ترکتازی خودشون کاملا فراهم دیدند و به هر حال سعی میکنند اونها جمهوری اسلامی رو بر بیاندازند و فکر میکنم حتی نگران اضمحلال ایران و فروپاشی ایران و تجزیه ایران هم باشند. در کنار همه این قضایا ما اپوزیسیونی داریم، منظور من اپوزیسیون خارج از کشور، بی رهبر، بی عمل، سرگردان، ضعیف، منفرد و ناتوان. بر همه این مشکلات باید بیفزاییم. مشکل فسادی که تا مغز استخوان سیستم حکومتی ایران رو در خودش گرفته، سرطان فساد، که متاسفانه به نظر می‌رسه این بیمار رو از پای در خواهد آورد. امروز در خدمت یک شخصیت پژوهشگر و فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، برنامه‌ساز تلویزیونی و مدیر اسبق شبکه رادیویی 670 AM هستم و با ایشون در مورد همه این مسائل صحبت خواهیم کرد. خانم ها، آقایان، آقای حسین حجازی. جناب حجازی سلام عرض کردم. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای فروزنده، خوشحالم که در خدمتتون هستم. با سلام و درود خدمت بینندگان برنامه‌های تلویزیون ایران فردا و کلیه همزبانان که توجه می‌کنن به برنامه‌های این تلویزیون. آقای حجازی، من در مقدمه برنامه به بعضی از نکات اشاره کردم و اونها رو برشمردم. شما چطور میبینید؟ اگر به عنوان یک ناظر آگاه
از خارج از ایران به مسائل ایران چطور نگاه میکنید با توجه به احاطه و آگاهی که در این زمینه دارید؟ جناب فروزنده، ما طی چند روز گذشته شاهد شرایطی بودیم در امریکا که کسی تصورش نمی‌کرد. یعنی مصاحبه مفصل آقای ظریف با فاکس نیوز، دست راستی ترین شبکه امریکا، که گفته میشه که پرزیدنت دونالد ترامپ تمام برنامه های این تلویزیون رو پیگیری میکنه. با این تنها تلویزیونی است که ایشون باش مصاحبه میکنه و در واقع تحت تأثیر، البته من دارم راجع به اون چه که داره میگذره صحبت میکنم و امیدوارم باز اون دوستانی که به ما مرتب ایراد میگیرن و انتقاد میکنن که چرا ما، بنده مثلا به شخصاً مخالف آقای دونالد ترامپ هستم، دست بردارن از این کار. بنده با آقای دونالد ترامپ هیچ گونه پدرکشتگی ندارم، بعدم عدد و رقمی نیستم که بخوام با ایشون مخالفتی داشته باشم. اون چه که در خبرها میگذره، رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی راجع به اون چه که در امریکا میگذره منعکس میکنن، من سعی میکنم در اون فرصت کوتاهی که در شروع برنامه دارم با هموطنانمون در میون بگذارم. سپاسگزارم از کسانی که این اجازه رو به من میدن که من بیام یه سری واقعیات رو به عرضشون برسونم و متاسفم برای اون کسانی که فکر میکنن که با حرف من و امثال من ممکنه که همه چی کنفیکون بشه و در واقع آقای دونالد ترامپ موقعیتی رو که داره و با در مورد مملکت ما پیش گرفته خدشه دار بشه. آقای ظریف در این برنامه به وضوح شاخ زیتون، به اصطلاح برگ زیتون نشون داد به آقای ترامپ و تعریف و تمجید غیر مستقیم کرد از پرزیدنت ترامپ، به این صورت که آقای ترامپ به هیچ وجه فکر جنگ نیست، در حالی که اطرافیانش و تعدادی از همکاران تندروش که در رأس اونجا، در رأس اونها آقای بولتون هست و البته آقای پومپئو هم میشه گفت با اون 12 موردی رو که مطرح کرد میشه در جرگه همین افراد باشه، و همچنین عربستان سعودی و اسرائیل، اینها دست به یکی کردن که در واقع کاری بکنن که آقای ترامپ حمله نظامی بکنه به ایران. و با صحبت‌هایی که کرد و با توجه به این که میدونه که آقای ترامپ به برنامه‌های تلویزیون به اصطلاح فاکس نیوز توجه میکنه، این مسائل رو مطرح کرد و نشانگر این هست که در واقع جمهوری اسلامی با این فلاکتی که برای مملکت به وجود آورده و این بنبست وحشتناکی که به وجود آورده که روز به روز داره برای مردم ایران زندگی سختتر و سختتر میشه، در صدد نجات رژیم هست و نه نجات مملکت، و به خوبی شما این رو اشاره کردید. آقای حجازی، این یک سر ماجرا هست. یک سر دیگر این ماجرا ما هستیم، یعنی ما ایرانیان مقیم خارج از کشور، که میدونم به کدوم گروهمون میشه نام اپوزیسیون گذاشت، به هر حال ایرانیانی که قاعدتا از طریق این رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی وقتی باشون آشنا میشیم میبینیم اغلب نظر مساعدی نسبت به اونچه که در داخل ایران میگذرد ندارن و شخصیت های مختلفی که در این مورد هستن، اما دوچار یک بیعملی، دوچار یک نوع سردی، انفراد، گروه های کوچک، گروه های بدون تأثیر شدیم. یعنی درسته که جمهوری اسلامی در این وضعیت خطیر قرار گرفته که باعث نگرانی من و شما نیست تا اونجایی که به جمهوری اسلامی مطرح میشه، ولی تا اونجایی که به ایران مطرح میشه قاعدتا مسئله من و شما هست و همه ایرانی ها هست. شما چگونه میبینید؟ نقش ما در کجاست؟ به
ببینید این سیل بزرگی که در کشور ما اومد و استانهای مختلفی رو در نوردید، فقط با چند تا اظهار نظر من میتونم خدمتتون بگم که متاسفانه مردم سیل زده ایران کمترین کمک ممکن رو دریافت کردن و کمک نشد بهشون، حتی از جانب ایرانیان مقیم خارج از کشور خیلی خیلی در مقایسه با فاجعه‌های طبیعی قبل کمتر بود. آیا ما هم در حال احتضار نیستیم؟ اصلا این نشانه یک اپوزیسیون فعال آگاه زنده است که میخواد در این شرایط به یاری مردم کشورش بیاد. آقای فرزنده، این اپوزیسیونی که شما اسم بردید اسمش با مسماس به یه مفهوم، یعنی 40 سال و کمی بیش از 40 ساله که این اپوزیسیون خودش با خودش جنگیده و امکانات و تسهیلاتی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده که جمهوری اسلامی اگر میخواست میلیاردها دلار خرج بکنه موفق نمیشد این کارو بکنه. یعنی ما جز این که به هم دیگه اتهام بزنیم، جز این که همین یکی دو نفر آدم جمع بشن و اسم پرتمطراقی برای خودشون انتخاب بکنن به عنوان اپوزیسیون و بعد همواره این به اون حمله بکنه اون به این حمله بکنه، هیچ کاری نکردیم و همواره اون چیزایی رو که در ایران میتونست اتفاق بیفته با این تشتت و با این هرج و مرجی که به وجود آوردیم در خارج از کشور، با استفاده از فضای باز سیاسی در کشورهای خارج باعث شدیم که جمهوری اسلامی تا امروز پایدار بمونه. و اگر این روش رو ادامه بدیم که به نظر میرسه که ادامه داره پیدا میکنه و متاسفانه بیشترش همونطور که میشه به خوبی دید افرادی هستن که در سنین بالا هستن، ولی جوانای ما و به خصوص زنان ما فعالیتهایی رو که کردن بی نظیر بوده و باید واقعا تحسین کرد این بانوانی رو که دارن سینه‌شون سپر میکنن تو اون مملکت و باید در واقع سرمشقی باشن برای مردانی که بی خاصیت نشستن و جز شعار دادن کار دیگری نمیکنن. آقای حجازی، من بیشتر توجه هم به خارج از ایران هست. بله. چون در داخل ایران مردم نشون دادن از همین سال 96، از بگذاریم بریم به جنبش سال 1388 تا به امروز، مردم نشون دادند که افت و خیز کنان در پی مقاومت هستند، زندان رفتن، شکنجه شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، کشته شدن و کماکان این جریانات ادامه داره. اما بازوی کمکی این نهادها، بازوی کمکی مقاومت مردم در داخل، قاعدتا نیروهای اپوزیسیون باید باشن، مخالفان رژیم در خارج از کشور باشن. خب در مورد پیرهای خارج از کشور که حرفی نیست، معمولا همون است که شما فرمودید، ولی جوانهای ما هم در خارج از کشور مثل اینکه از راه پدرانشون که ماها باشیم کاملا جدا افتادن، یعنی نوعی از بیگانگی رو نسبت به مسائل ایران ابراز میکنن و حتی وقتی گروه های پیدا میشن که این گروه ها به اصطلاح اصلا در بیانیه اولشون میگن نه که در سال 57 بودن، امشیشون باید زد، مثل فرشگر که این کار رو میکنه، یعنی 57 زنده بودن نوعی در اعلامیه اولشون نگاه کنید یه نوعی به اصطلاح پدیده ناخوشایند تاریخی است که اون افراد باش مواجه بودن. حالا بگذاریم، بعدا وصف‌پینش میکنه. اما همین ها هم وقتی خدمت آقای برایان هوک میرسن، یک مدیر درجه 4 سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خیلی جالب برای من بود، آقای شروان بشندی اگر اسمشون رو درست بگم، ایشون خط مشها و سیاستهای خودشون رو، من نمیدونم دفتر خاطراتشون بود یا سیاستها و
ختمش های فرشگرد بود که تقدیم آقای برایان هوک کردن. شما اطلاع دارید از متن این ختمش هایی که ایشون تقدیم آقای برایان هوک کردن؟ متاسفانه خیر آقای فروزنده، و باید خدمتتون عرض بکنم همین جنگ و جدلی که ما طی سالیان سال پی گرفتیم و اتهاماتی رو که به هم دیگه میزنیم که صرفاً و صرفاً روی حسادت‌های شخصی هست، این کلیه اون گروه‌های به خوبی اشاره کردید، جوانای ما رو در واقع نوعی بیزار کرده، جوانای خارج از کشور رو از سیاست و اونچه که شاهدش هستن. و اکثرا من میدونم، من فرزند خود من یه جوانی است که اینجا دنیا آمده و فوق العاده به ایران علاقه منده، ولی به یک دونه از این رسانه‌های خارج از کشور توجه نمی‌کنه و سعی می‌کنه که اطلاعاتش رو از رسانه‌های خارجی و داخل امریکا بگیره، و این باعث میشه که اینا از اون واقعیتایی که در ایران هست، اگر تعدادی از این رسانه‌ها واقعاً دارن افشاگری میکنن، واقعیاتی رو که در کشور داره اتفاق میفته در اختیار میگذارن، اینها از اون بی اطلاع هستن، و این همون به اصطلاح عاملی است که باعث شده که جوونا زیاد علاقه ای به اون چه که در ایران داره اتفاق میفته و برای مردم ما داره اتفاق میفته نشون ندن. و به علاوه جمهوری اسلامی با گذاشتن افرادی که به اسم این که بیان با این جمله شروع بکنن که نمیخوایم سر تن آخوند باشه، ما با این رژیم مخالفیم و نمیخوایم، ولی حرفاشونه بزنن و نفوذ کردن، این نفوذ از زمان اوباما ما شاهدش بودیم آقای، و میدونیم که تونستن با نفوذی که کرده بودن در ارکان سیاسی امریکا کاری بکنن که اوباما همون کار در واقع اشتباهی رو کرد که بعدن هم شاید به گونه اعتراف کرد که اشتباه بزرگی رو مرتکب شده، و با مردم ایران اون موقعی که شعار میدن اوباما با اونایی یا با ما توجهی نکرد. من معتقدم که بزرگترین عامل این عدم در واقع همکاری با مردم ایران یا جهت مردم ایران رو گرفتن توسط اوباما، همون گروه هایی که لابیگری میکنن از جمهوری اسلامی در اینجا و به نظر من خیلی هم قوی دارن عمل میکنن، باعث شدن که اوباما اون سیاست بسیار اشتباه رو پیش بگیره و بزرگترین فرصتی رو که پیش آمده بود برای مردم ما از دست بره. چرا شما معتقدید که اوباما در رابطه با ایران مرتکب این اشتباه بزرگ شد، در حالی که جناب حجازی با برجام در واقع ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری انرژی هسته ایران، وارد بحثش نمیشن ما انرژی هسته ای لازم داریم یا نه، ولی به هر حال سرمایه گذاری که شده بود از بین رفت و اوباما در توانست انرژی جمهوری اسلامی رو بهش مهمیز بزنه و کنترلش بکنه. آیا به نظر شما سیاست‌های اوباما میتونست موفق‌تر باشه در دراز مدت، یا اون چه که دونالد ترامپ در این مدت کرده و پیش بینی میشه اگر انتخاب بشه در 2020 در 8 سال آقای ترامپ اتفاق خواهد افتاد، لااقل در این 2 سالش که اتفاق افتاده، کدوم یک از این سیاست ها رو شما فکر میکنید که به مصلحت مردم ایران بیشتر بوده و هست؟ تحریم؟ ببینید، همین صحبت هاست که یه عده‌ای براشفته میشن و اون چیزی رو که در ذهنشون میپرورونن باورشون میشه و من اشاره کردم بهش. بله، اگر سیاست آقای اوباما ادامه پیدا میکرد، اگر آقای دونالد ترامپ برخلاف اون چه که من و شما طی سالیان سال در این مملکت زندگی کردیم شاهدش بودیم که هرگز نشده که یک رئیس جمهور منتخب رؤسای جمهور قبلی رو به خصوص اوباما رو
این چنین بهش حمله بکنه و این حملات ادامه داره. ما همیشه شاهد این بودیم که در ادمینستریشن های گذشته امریکا وقتی یک رئیس جمهور جدید انتخاب میشه، علی رغم اشتباهاتی که رئیس جمهور قبلی او کرده، هیچ وقت نمیاد او رو ازش اینقدر انتقاد بکنه، حمله بکنه و هر اتفاقی که میفته بگه اون کاری که اون کرد اشتباه بود، نمیدونم مسئله تروریسم و دخالت روسیه در انتخابات اخیر امریکا از زمان اوباما شروع شد، یعنی و بعدم تمام کارهایی رو که اوباما کرد، اعم از خوب و بد، سعی بکنه که به طور کلی خونسا بکنه. و یکی از مهمترینش، به خوبی اشاره کردید، همین برجام. دوستانی داریم، دیروز ما در منزل یکی از دوستانی بودیم که هم دوره بودیم در دوره تحصیلات در دانشگاه پهلوی شیراز، و یکی دو تا از دوستان ما آنچنان به اوباما حمله میکنن و اینکه اوباما آمده پول داده، اون 1 میلیارد و خورده پول کادو داده به جمهوری اسلامی، چنین کرده، چنان کرده، اشتباه کرده. اوباما اگر اون مسئله در واقع عدم دخالت در اون موقعیت خطیر در سیاست ایران رو همین لابیستای جمهوری اسلامی توی دامنش نگذاشته بودن، اونجا هم این اشتباه رو شاید مرتکب نمیشد. میگم شاید مرتکب نمیشد، ولی به هر حال اون اشتباه با، یعنی استدلالی که اون موقع مطرح بود و ترفندهایی که آخوندها بلدن که چگونه بیان و همه چیز رو بگن امریکای جهانخوار داره توی ایران دخالت میکنه، شاید در اون موقعیت اطرافیان او و بعضی از کسانی که با او همکاری میکردن هم به او توصیه کردن که مستقیما جهت نگیره راجع به اون جنبشی که میتونست واقعا سرنوشت مملکت ما رو عوض بکنه. حالا اون یا درست یا غلط، اون چه که بوده گذشته. الان برجام رفته زیر سوال. الان جمهوری اسلامی که امید بسته بود به کشورهای اروپایی که بیان از طرق دیگه‌ای بهش کمک بکنن توی در واقع اون تمام اون تصوراتی که داشت نقش براب شده. به طور قطع اگر اون سیاست اوباما ادامه پیدا میکرد، اگه برجام سر جای خودش میمون، شاید این شرایط رو ما نداشتیم. بین همین دوستانی که بحث میکردیم این بود که همین الان جمهوری اسلامی کلی سلاح اتمی داره، بمب داره، قایم کرده، اگر که دروغ نمیگه، اگر پنهانکاری نکرده، پس چرا اجازه نمیده که بازرسان برن و بررسی بکنن نهادهای نظامی امریکا رو، ایران رو؟ آقای دکتر، برن آقای حجازی، من اصلا نگران این دوستانی که شما دارید و دوستانی که خودم دارم، دشمنانی که دارید از نظر سیاسی، مخالفینی که بنده دارم و غیر و آقای نوریزاده داره و غیره و غیره دارن، اصلا نیستن. یا مکن با فیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه‌ای در خورد فیل. اگه جلوی دوربین و میکروفون قرار میگیری، در سن و سال من و شما ممکنه اشتباه کنیم از نظر سیاسی، ولی بزرگترین اشتباه این است که با خودمون صادق نباشیم و اون چرا که واقعا فکر میکنیم رو پنهان کنیم از مردم و بخوایم صحنه سازی بکنیم. بنابراین نگران اونها نیستم، ولی نگران یک چیزم آقای حجازی. کشور ما در آستانه جنگه و اصلا شوخی نداره این قضیه. الگویی که من حس میکنم ما داریم جلو میریم الگوی عراقه. صدام حسین تا اجازه داد تا بازرسان برن و زیر تخت خوابش رو هم نگاه بکنن برای اینکه بدونن این سلاح شیمیایی نداره، ولی زدنش. شما در این بدبینی من تا چه حد شریک هستید؟ من ایران رو یک تومه میبینم بر سر راه جنگ طلبانی که میخوان کشور ما رو از بین ببرن. من نگران سقوط جمهوری اسلامی نیستم، هر لحظه زودتر بهتره، ولی فروپاشی ایران رو دارم میبینم. خیلی تون میرم؟ نه به هیچ وجه، به هیچ وجه. این سناریویی رو که ما شاهدش هستیم
از سر تا پاش نوشته شده که یه همچی برنامه‌ای در شرف تکوین هست. و این همونطور که گفتید الان همه ما هر جا که هستیم باید این نگرانی رو ابراز بکنیم. ما که اینجا تریبون آزاد داریم، ما که میتونیم مردم رو آگاه بکنیم بدون ترس از اینکه کسی خوشش بیاد یا نیاد، باید بیایم اینجا و روشنگری بکنیم و این کمترین کاری است که باید بکنیم. و همونطور که اشاره کردید، برای آخه جالبه که ما به گفته زنده‌یاد فریدون هویدا، من 2 یا 3 مصاحبه باش داشتم، او میگفتش که ایران و ایرانی عادت کرده که همیشه یا آقا بالا سر واسه خودش بتراشه و بعدم آقا بالا سر رو مسئول همه چی بدونه و از او توقع داشته باشه که همه کارا رو اون انجام بده و خودش هیچ کاری انجام نده. ما الان توی همچی شرایطی قرار گرفتیم که باید صدامون رو بلند کنیم. این رسانه هایی که با همدیگه اینجا تعدادشون من به حمدالله کم نیست، 70 و چند تلویزیون هست، 100 رادیو هست به زبان فارسی، اینجا دیگه الان موقعیتی است که بیان و لااقل اون ادعایی رو که دارن که دموکراسی میخوان برای ایران، آزادی میخوان برای ایران، عدم دخالت خارجی در ایران رو خواستار هستن، بیایم در این مورد اقلا دست به دست هم بدیم و دست برداریم از این ستیز با هم دیگه. آقای حجازی، نسل شما، نسل من، نسل آقای نوریزاده، نسل تمام کسانی که روی این شبکه ها شما دارید میبینید در این سن و سال ها هستن، این نسل رو به انقراضه. این نسل هر کدوم از این به اصطلاح چهره ها رو که میبینید به زمین بیافتن بنابرای دلائل مختلف، شما نمیبینید جاشون کسی که ادامه دهنده این راه باشه بیاد. اصلا چهره بازی عوض شد. به همین جهت سوال در مورد فرشگرد از شما کردم. آیا فرشگرد میتونه، یعنی میتونه رو بذارید کنار، آیا فرزندان ماست؟ ما فرشگرد رو میفهمیم؟ فرشگردی ها چی میگن؟ شما با این دقتی که دارید، چون یکی از این گروه ها اینه و بعد گروه دیگری که وجود اومده ققنوسه. خب ققنوس بسیار سخنگوی توانمندی داره، آقای دکتر اللهیار کنگرلو، که واقعا وقتی صحبت میکنه شما دلتون بخواد حرفای اینو گوش بدید. همین آقای کنگرلو در یه مصاحبه گفت ما برای اینکه بتونیم مطالعه بکنیم، مطالعه غیر سیاسی بکنیم، چون سازمان غیر انتفاعی است در آمریکا و وارد مسائل سیاسی نمیتونه بشه، طبق قوانین مربوط به سازمان‌های غیر انتفاعی مطالعه بکنیم، ما 100 میلیون دلار پول لازم داریم. اینه که بذاریم کنار، میمونه فرشگرد. بین اینهایی که لااقل ارتباط با وزارت امور خارجه آمریکا رو برقرار کردن، شما میدونید اینا چی میخوان؟ از ضمن اینکه همین 2-3 روز پیش بود 3 نفر از اینها که مقیم اروپا هستند، اینها انشعاب کردن، اینها از آمدن گفتن ما میخوایم به مسائل داخل اروپا بپردازیم در رابطه با فرشگرد. یعنی هنوز نیامده، هنوز 57 رو حذف نکرده به طور کامل، در داخل خودشون همین انشعاب اتفاق افتاد. شما یا به این مطلب هیچ پرداختید؟ بله، ببینید آقای فروزنده، دقیقاً همین حرفی است که هرگاه همین اسامی رو که هر روز ما می‌بینیم، همین نهادهایی رو که هر روز می‌بینیم، اینا با همون مسئله درگیری با همدیگه رو، حسادت با همدیگه، نداشتن یه برنامه منسجم و چیزی رو که نشون بدن که واقعا چی میخوان، کجا دارن میرن، برای مردم ما چی میخوان، چه سیاستی رو برای آینده ایران ترسیم کردن، این سردرگمی همیشه بوده و هست و امروز ما شاهد یه نمونه جدیدترش هستیم. وگرنه شما به خوبی حتما به یاد دارید از روزی که ما آمدیم به خارج از کشور، بارها و بارها نهادهایی به وجود آمدن که بعد از یه مدت کوتاهی محو شدن و از بین رفتن، به خاطر اینکه هیچ برنامه منسجم و درستی نداشتن و بعدم تو این فاصله یک عده فرصت طلب و یک عده آدم که من نمیخوام اسم ببرم میان و با در واقع ادعا به اینکه کی به رضا شاه شبیه تره، کی نوه رضا شاه هست یا نیست،
یا این گونه مسائل مردم رو از اون چه که هستن سردرگم تر میکنه. آقای حجازی، این هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. ما میتونیم ده‌ها از این گروه‌ها داشته باشیم، شرفیابی به حضور آقای برایان هوک داشته باشن یا مدیران بعدی داشته باشن، بیان و برن و بگن و جلوی دوربین، جلوی آقای حجازی بذارید یه چیزی رو بگم. آخه ماها که مبارزه نمی‌کنیم جلوی دوربین، جلوی دوربین که مبارزه سیاسی نمی‌کنن، یه مقدار اطلاع رسانی می‌کنن، تحلیل می‌کنن، برای روشنگری مردم قدم برمی‌دارن. مبارزه کف خیابون انجام میشه. چند نفر از این سازمان‌های جدید با رهبر و بی رهبر در خارج از کشور اطلاعی رای دادن، قدرت این رو دیدن در خودشون که بگن آقا فلان تاریخ بیاید مقابل سازمان ملل متحد به فلان امر اعتراض بکنید. خب این چجوری باید اتفاق بیفته؟ مقابل کاخ سفید به تحریم هایی که علیه مردم ایرانه، مردم گرسنه. شما هر روز از قشر متوسط ایران اگر ببرید و این رو به قشر ضعیف جامعه، طبقه پایین و فرودست جامعه اضافه بکنید، که شما توان مبارزه با این رژیم رو کم میکنید. شما به شورش های کور گرسنگان کمک میکنید. شورش های کور گرسنگان جامعه به آزادی نمیرسه، به نوعی دیکتاتوری مجدد بدتر از نوع کنونیش خواهد رسید. آخه ما به اینا چجوری هیچ وقت نمیپردازیم؟ یعنی اینا رو نمیبینیم؟ چرا باعث شرم جامعه ایرانی باید باشه که این همه آدم ثروتمند، غیر ثروتمند، تکنوکرات، به هر حال دستشون به درنشون میرسه؟ چرا ما نباید لااقل در هر یک ماه یک صفحه نیویورک تایمز در اختیارمون نباشه و نظرات اپوزیسیون ایران رو در اون مطرح کنیم در رابطه با ایران؟ چرا نباید یک صفحه از واشنگتن پست رو در اختیار بگیریم؟ پولش رو باید بدیم تا مقالاتمون در اون چاپ بشه. چرا ما این کارها رو نمیتونیم بکنیم؟ چرا ما در درون خودمون مشغولیم؟ و جالبه این جوانهایی هم که میان، همین گروه فرشگردی که میان، روی سخن من با این گروهه، اینها قهرمانان تلویزیونی هن. کدوم عمل رو شما دیدید در ایران که تحت رهبری فرشگرد در این مدتی به وجود اومده انجام بشه؟ هیچی. کدوم عمل جامعه رو دیدید که فرشگردی ها بتونن انجام بدن؟ یا گروه های دیگه جوان که میان، این شما این جوان ها رو میشناسید آقای؟ نه اینکه شخصا بشناسید، اصلا حرف حساب اینا چیه؟ نمیفهمم آقای فرزنده، نمیفهمم. گفتم هیچ به اصطلاح برنامه‌ای رو شما نمیبینید و ندیدیم ما در طول این مدت. ما همش وقتی که من و شما به کرات با دکتر میلانی و افراد فرهیخته مثل ایشون به گفتگو نشستیم، بارها و بارها، چندین بار من از دکتر میلانی پرسیدم آقای دکتر میلانی، شماها که در واقع مورد اعتماد مردم هستید، چرا نمیرید و از امکاناتی که هست استفاده نمی کنید که همونطور که لابیستای جمهوری اسلامی نفوذ کردن تو ارکان این مملکت و این رو نمیشه واقعا کتمان کرد، شما چرا کاری نمی کنید؟ جواب اینه که از ما سوال میشه که شما برنامه‌تون چیه؟ شما چه برنامه درست و منسجمی دارید؟ چی کار میخواید بکنید؟ جز این که با همدیگه جنگ و ستیز دارید و به همدیگه همش پرخاش میکنید، کار دیگه ای نکردید. ما نمیبینیم نیرویی رو که بتونه اونجا در واقع خودنمایی بکنه و بتونه کاری بکنه واسه مردم. بعدم در جواب سوال شما آقای فروزنده، عدم اعتماد به کلی رخت بر بسته بین ما ها. هیچ کدوم از ما به همدیگه اعتماد نداریم و تا موقعی که اعتماد به وجود نیاد، بله من نمیتونم تمام تفسیر رو بندازم گردن کسانی که میلیون ها دلار میلیارد ها دلار کنترل ثروت این مملکت رو در اختیار دارن و نام ایرانی دارن و نمیان جلو کاری بکنن. برای اینکه اعتماد نیست،
این اعتماد طی این سالها توسط همین رجزخانی هایی که ما شاهدش بودیم از بین رفت. خب بنابراین جمع کنیم قضیه رو. یعنی اعتماد، نمیدونم، اعتماد نیست، انگیزه نیست، قدرت تحرک نیست، سازماندهی وجود نداره. آخه چجوری بود که یه ملایی در خارج از ایران نشست و انقلاب سال 1357 رو راه انداخت، میلیاردها دلار، میلیاردها تومان پول هم به طرفش سرازیر شد و تونست بیاد و بر سر کرسی قدرت بشینه. شاید ما اون گاتس لازم رو نداریم. شاید مسئله ما مسئله رهبریه. ما رهبری نداریم. من نمیگم رهبر. مسئله رهبری برای این مبارزه شاید مسئله اصلیه. آخه بالاخره یک راهی باید پیدا بشه برای این مبارزه و این همه مخالفت بر علیه جمهوری اسلامی. اجازه بدید یک نکته رو بگم خدمتتون. دوستی که الان که با شما صحبت میکنم 4 روز از ایران آمده. ایشون 8 ساعت بعد از اومدنش از ایران با من تماس گرفت. صحبت میکرد که وضع چجوریه و چه اتفاقاتی افتاده در ایران. واسش پرسیدم که خب ایرانیای در داخل کشور چگونه فکر میکنن؟ گفت محبوبیت شخص شاهزاده رضا پهلوی با هیچ فرد دیگری در ایران امروز قابل مقایسه نیست. و این محبوبیت در طی همین 1 سال اخیر چندین برابر بیشتر شد. یعنی اگر قبلش فرض کنید که 50% مردم رضا پهلوی رو به عنوان یک ناجی نگاه میکردن، امروز این رقم شاید بیشتر از 70% مردم رو تشکیل میده. خب یه همچین وضعیتی رو یک نفر از ما داره، یک نفر از خانواده پهلوی داره، ولی ما مبارزه جدی رو از طرف ایشون نمیبینیم. یا اگر ایشون داره مبارزه میکنه، شما مبارزه ایشون رو میفهمید داره چجوری مبارزه میکنه؟ بالاخره باید این حرفا رو زد. یعنی وقتی که یه نفر میاد و آدم مورد اعتماد بنده است، شما هم هر کدوم حتما از این افراد رو میشناسید، میدونید. واقعیت اینه، بنده که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیستم، ولی مجبورم اعتراف کنم و کنار ایشونم بایستم اگر ایشون حرکتی رو انجام بده برای آزادی ایران، چون آزادی ایران مهمتر از چیزهای دیگه هست. ولی چرا ما هیچی از ایشون نمیبینیم یا نمیفهم؟ ببخشید، بذارید خودم اصلاح کنم، شما رو هم نمیگم. چرا من هیچ نمیفهمم ایشون داره چیکار میکنه؟ نباید بفهمم به عنوان یک شهروند ایرانی؟ آقای فروزنده، این نگرانی برای من سالهاست وجود داشته. پتانسیلی که ایشون دارن و همونطور که اشاره کردید، حالا من رو اون درصدا نمیدونم تا چه حد میشه آدم اتکا بکنه، ولی به هر حال موقعیتی که دارن یه موقعیت بی نظیره. با کسانی که من صحبت میکنم و شما هم میشناسید، کسانی که تحلیلگر سیاسی هستن و بی خود حرف نمیزنن، روی تفکر، روی حساب و کتاب، روی مدرک و سند حرف میزنن، معتقدن که همونطور که گفتید هیچ برنامه منسجمی از طرف ایشون نیست و علتش هم اطرافیانی است که ایشون رو احاطه کردن و کسانی که دور و بر ایشون رو گرفتن، جز این که طی این سالیان لطمه زدن به ایشون و خود ایشون هم در مواردی بوده که در واقع آمده فعالیت هایی کرده و بعدم دیگه خبری نشده تا دوباره فعالیت های ایشون رو به صور مختلف شاهد بودیم، و بعضی از فعالیت هایی که عده‌ای بهش ایراد گرفتن که این دون شأن ایشون هست و نباید وارد این گونه فعالیت های سیاسی می شده. ولی این سردرگمی رو در واقع جبهه ایشون رو هم ما شاهد هستیم. به همین دلیل هم هست که هر بار که من در برنامه خودم از مهمانانم می خوام راجع به ایشون اظهار نظر بکنن، به
صورتی سعی میکنن از جواب دادن پفره برن و چیزی نگن. و این اون ایرادیست که شما به خوبی بهش اشاره کردید که دیگه فرصت این که ما بخوایم یه ملاحظاتی رو داشته باشیم و اون چیزی رو که داره میگذره بزرگ نکنیم، زیر ذره‌بین نگذاریم، به مردم نشون ندیم و خودمون نیام و این واقعیات رو با مردم در میون نگذاریم، دیگه فرصتی وجود نداره. مملکت داره از دست میره. این رژیم هیچی واسه اون مملکت باقی نگذاشته، از منابع طبیعی گرفته تا منابع مالی، از آزادی، و روز به روز داره جسورتر میشه. همین محدودیت هایی که واسه دانشجویان اخیراً به وجود آوردن، روی محدودیت های قبلی که وجود داشته و فریادرسی نیست. شاهزاده رضا پهلوی در گذشتم خیلی صحبت هایی که کردن که اگر یه روزی مردم ایران بخوان حاضرن برن اونجا و مبارزه بکنند و کارهایی که صحبتش رو کردن بارها، ولی نه، این مبارزه مبارزه کافی نیست برای اینکه مردم بخوان پشت سر ایشون وایسن همه و بخوان برنامه های ایشون رو که برنامه منسجمی به نظر نمیرسه داشته باشن رو تعقیب بکنن. باز این به برای عده سنگین خواهد بود این حرفا، ولی این چیزیست که من شخصا به عنوان یک ناظر دارم نگاه میکنم و در یکی دو مصاحبه‌ام که در سالیان گذشته با ایشون داشتم، وقتی میپرسیدم که با اطرافیانشون برنامه‌تون چیه، فرض کنید امروز ایران رو در بس گذاشتن در اختیار شما، برنامه‌تون چیه؟ نه وقتی که ما موفق بشیم اون وقت برنامه‌ها رو اعلام میکنیم، نه، این برنامه نیست، این مبارزه نیست. آقای حجازی اجازه بدید با شما مخالف باشم در مورد نقش اطرافیان. شاه رو هم میگفتن اطرافیانش، خمینی رو هم میگفتن اطرافیانش، رضا پهلوی رو هم میگن اطرافیانش. بالاخره این آدم ها خودشون یه موجودات مستقلی هم هستن، باید یه راهی پیدا کنن که میزان ضریب خطاشون در تشخیص مصالح مردم و اون چی که مردم میخوان پایین بیاد. نه، این تقصیر اطرافیان نیست، خود اون رهبر، خود اون تیم رهبری مسئله داره. اطرافیان رضا پهلوی به همون اندازه بدن که اطرافیان پدرش بد بودن. اطرافیان، حالا نمیخوام مقایسه کنم اینا که مقایسهش درست نیست، برگردید به دوران استالینیست در شوروی، اطرافیان استالین، استالین رو استالین تر میکردن و خیلی از این اطرافیان ما داریم، نقش اطرافیان در تاریخ. این برای ما هیچ مسئله رو حل نمیکنه. ما کسانی رو میخواییم، رضا پهلوی رو میخواییم یا مردم رضا پهلوی رو میخوان که وارد عمل بشه و وارد حرکت بشه. فرصت همونطور که شما اشاره کردید نیست و من نگران سقوط جمهوری اسلامی نیستم، من نگران فروپاشی ایرانم. آقای جان بولتون، آقای مایک پومپئو، آقای برایان هوک و ریز و درشت این و آقای مایک پنس، اینا هیچ کدومشون ککشون هم نمیگزه اگر روپاشی ایران رو ببینه. بله، دلشون نسوخته، کسی دلش برای ما نسوخته. خیلی خوب، ما خودمون هم دلمون برای خودمون نمیسوزه. یعنی آقای حجازی، ایران رو دریای خون خوابیده. تغییرات در کشور ما بسیار خونین خواهد. به هیچ وجه این برنامه های، ببینید مثلا من خودم این انگشترم سبزه، میگم به بعضی از دوستان هم کنایه میزنن که این به خاطر جنبش سبز، انگشتر سبز داشته. اگه واقعا به خاطر این هم بوده باشه بسیار خوشحالم. جنبش سبز نمیتونه، نوع جنبش سبز نمیتونه ایران رو نجات بده. امروز ما با یک رژیم ددمنش خوناشام مواجه هستیم که دل در گرو یا تصمیم راسخ در نابودی کشور ما داره. ما مردانی میخواییم با چکمه های آهنین بیان جلو و بیستن. این رابطه های عاشقانه با آقای برایان هوک و آیا آقای ظریف که میاد به التماس میفته برای اینکه در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، اینا ما رو به جایی نمیرسونه.
باور کنید ما رو به جایی نمیرسونه. نمیدونم این مردان کجان، اون رهبری کجاست. آقا همه چیز آماده است، مردم برای اینکه به حرکت در بیان باید یک ندای باورمند رو بهش جواب بدن، یه به میدان بیای باورمند رو بهش جواب بدن. اون ندا کجاست؟ اون فریاد کجاست؟ بالاخره تا به کی باید مردم این وضع رو تحمل بکنه؟ وقتی که به شما میگن 50% تورم خواهد بود، 7% رشد منفی اقتصادی در کشور خواهد بود، یعنی چی؟ نمیدونم. مثل اینکه من خیلی احساساتی میشم، نه؟ نه آقای فروزنده، من با تمام صحبتایی که میکنید 100% موافقم و همراه هستم با شما. ببینید باز من برمیگردم به همون نداشتن اعتماد. تا روزی که اعتماد سازی نشه، تا روزی که مردم نمیدونن به کی رو بیارن، مردم نمیدونن به کی اعتماد بکنن، برای اینکه این تشتتی که وجود داره به قدری شدید هست که مردم سردرگمن، مردم مستعجل شدن، نمیدونن چه بکنن. گاهی به جایی میرسه، من دوستانی که از ایران با من صحبت میکنن گاهی میشنوم که میگن اگر قراره که این هرج و مرج و همون خطر حمله به ایران مطرح باشه و اینا، خب ما بچسبیم به همین جمهوری صفاک اسلامی و همینو نگرش داریم، بهتر از این، از اینه که ندونیم کجا داریم میریم. لااقل اینا رو شناختیم که کی هستن و چی هستن. تا اونجا مردم دچار به اصطلاح یأس و ناامیدی شدن و تمامش یعنی امکاناتی رو که در خارج از کشور ما داشتیم سوزوندیم و هنوزم داریم این کار رو میکنیم. و خب یه مقداری هم در داخل ایران که دل بستن به این که ببینن در خارج از کشور این آزادی رو که ماها داریم که من و شما میتونیم حرفامون رو بزنیم، اقلا بیایم یه نتیجه ازش بگیریم، یه عملی رو همونطور که اشاره کردید موجب بشه. نیست. ولی نیست. آقای اجازی در این دقایق آخر برنامه باید بگم که واقعا اینطور نیست. یعنی امروز فضای داخل کشور هم کنترل قطعیش از دست رژیم خارج شده. بعضی از تحلیل ها و بعضی از اعتراضات و بعضی از اظهار نظرها به مراتب رادیکال تر و تندتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم در خارج از کشور در این تریبونا میخواییم انجام بدیم. و اصولا دوران مبارزه فقط از طریق رسانه های اجتماعی و تلویزیون ها و رادیو به سر آمده، دوران عمل سیاسی برای نجات ایرانه. نمیدونم، وقت من به پایان رسید. جناب اجازی از شرکت تو در برنامه بسیار سپاسگزارم. از دعوتتون متشکرم. امیدوارم ما بتونیم این بحث رو ادامه بدیم و تا اونجایی که میتونیم روشنگری بکنیم. امیدوارم روزی تو خیابان شما رو ببینم. امیدوارم روزی در یک حرکت سیاسی حتی مورد اعتراض دولت آمریکا قرار بگیریم، برای دفاع از وطنمون به همون دستمند بخوره و به زندان هم بریم. هیچ جای نگرانی از این بابت نیست. اگر پای آزادی ایران مطرح باشه، اگر پای آزادی کشور باشه. به شما روز بخیر میگم، وقت بخیر میگم. خیلی ممنونم آقای روز خدا حافظ. بینندگان عزیز، به هر حال دل پری دارم و واقعا فکر میکنم دوران رسانه به پایان آمده. میشه به عنوان وسیله ازش استفاده کرد. دوران عمل سیاسی است. برای نجات کشورمون باید آماده باشیم که هزینه بپردازیم. این هزینه فقط هزینه تلویزیونی نیست، رسانه اجتماعی نیست، بالاتر از این باید قدم برداریم اگر به ایران مون. به حال یک بار دیگه متشکرم از علی هومن و دکتر علیرضا نورزاده با محبتی که نسبت به این برنامه دارن. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام و وقت شما بخیر.